بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک باز ما بعد از یک مدت طولانی در حضور شما قرار گرفتیم و چیزی که باعث شد که ما باز هم در مثل قبل که در مورد تعویضات و حقیقت تعویض و تعویز نویسی سحر جادوی گپا برنامه داشتیم، باز هم برنامه ما یک برنامه تحقیق و دونم موارد است. در شهر مزار شریف یکی از تلویزیون ها به نام تلویزیون 24 برنامه قبلی که ما داشتم امرای استاد عبدالظاهر دایی او را به نشر رسانده بود، به می خاطر اکثر کسایی که برنامه را دیده بودن زنگ زدن و زیادتر سوال مطرح میکردن، پس ما برای از اونا وعده دادم که انشالله ما باز هم یک برنامه میگیرم و انشالله که با سوالاتی که شما مطرح کردین در این برنامه کوشش میکنم که به شکل کامل جواب گفته شود. هر برادر خواهر که در مورد تعویض و تعویض نویس و سحر و جادو و دین و شیاطین و اینی مسائل کسایی که میخواین معلومات حاصل کنن و سوال پیششان هست زنگ بزنن، شماره مرا با خود یادداشت بگیرن 0766 35 35 03. در روی سکرین هم شماره را دیدن میتونن زنگ بزنن و سوال خدا بپرسن مطرح کنن. بعد از اینکه اونا سوال خدا گفتن ما یادداشت میگیرم با خود و ته یک برنامه تصویری به شکل مکمل به سوال از اونا پاسخ گفته میشه، تا جایی که ما گفته یکان تا علم خودم میرسه خودم به پاسخ میپردازم و اگر در موارد خود معلومات نداشتم در این صورت باز از علما انشاءالله کمک خواد گرفتم. برادران و خواهران محترم، امروز ما شما میفهمیم و این درک میکنیم که اکثریت از مردم ما و شما سرگردان هستند به خاطر اینمی تعویض و اینمی مسائل. گای پشت دروازه یک تعویض نویس میرن و گای پشت دروازه دیگه تعویض نویس میرن، وقتشان مصرف میشه، پولشان مصرف میشه و از همه کده چیزی که بسیار خطرناک است و ای است که ایمانشان عدس میتن، عقیده خود عدس میتن، با وجود از اینکه مشکلشان حل نمیشه بلکه ایمان و عقیده خود عدس میتن، عدس میتن. خب رای حل چی است؟ من فکر میکنم علت از اینمی تمام مشکلات ها فقط بیخبری هست و غفلت است و علت شی است که ما مردم برای هر چیز وقت میدیم، برای تفریح وقت میدیم، برای ملاقات دوستای خود وقت میدیم، برای میمان آمدن و رفتن و به هر چیز وقت میدیم، لکن برای فهمیدن مسائل دینی متاسفانه که
وقت نمیدیم. اگر چه جوانا آله تا یک اندازه بیدار شدن برای مسائل دینی هم تا حد وقت میدن، لکن با شکل کافی چیزی که تقاضا هست به او شکل کسی به مسائل دینی خود وقت نمیده. خب جای تاسف است با وجود از اینکه اینقدر سهولت است و اینقدر امکانات است که شما ببینین یک جوان یک موبایل که خود می داشته باشه و دو مصروف اینترنت و فیسبوک و اینمی مسائل است، اگر یعنی از موبایل خود از اونمو یک چیزی که از تکنولوژی پیشرفته پیش خود داره و دسترسی که به تکنولوژی داره از اونمو استفاده خوب نمیکنه، بهره مندی خوب نمیکنه، بلکه برعکس سوء استفاده میکنن. اگر امروز جوانای ما از تکنولوژی خوب استفاده کنن، از موبایل یا کمپیوتری که پیش خود دارن مثلا دو یک برنامه را بندازن، معلومات راجع به مسائلی که ندارن، او مسائلی که معلومات دارن خیر است و حداقل به راجع به مسائلی که معلومات ندارن ایره در یک موبایل خود یا کمپیوتر خود بگیرن و از او استفاده کنن، انشالله که حتما به معلوماتشان افزوده میشه و حتما اینا رای حل برای مشکلات خود پیدا میکنن. خب ببینین یک کمه که درباره امی سهولت ها و تکنولوژی کسایی که معلومات ندارن برشان میگم، امروز ما در کمپیوتر دکشنری داریم، دکشنری قرآن است که اگر کدام آیت را خواسته باشیم که را پیدا کنیم فقط به دکشنری میریم و آیت یک کمش نوشته میکنیم یا یک حرفش نوشته میکنیم، باز دکشنری مکمل آیت ها را اگر با ترجمهش خواسته باشیم با ترجمه بی ترجمه بدون ترجمه خواسته بودیم بدون ترجمه بر ما میکشه. و همچنان در موارد حدیث احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله ما میفهمیم که احادیث به چند نوع است، احادیث دروغی هم است، احادیث صحیح هم است، احادیث ساختگی هم زیاد از کم نیست. به خاطر تشخیصی از این احادیث، خب اگر با یک برادر بگویم که او برادر این حدیثی که تو بیان میکنی یا کدام ملا یا کدام عالمی که بر تو ایره بیان کرده این حدیث ساختگی است، حدیث دروغی است، بر ما میگه والا من خود تحقیق کرده نمیتونم به خاطر از اینکه من چندین جلد کتاب صحیح بخاری را که او به عربی نوشته شده او را مشتو واس کنم و در بین از او صحیح و غلطش پیدا کنم، یا که چندین جلد کتابی که از بخاری است یا سیاسته من چطور میتونم به او دسترسی داشته باشم. ما برش میگیم که برادر محترم خواهر محترم امروز بسیار سهولت است با اینستال کردن یک کتابخانه در کمپیوترت یا در موبایلت، کتابخانه عقیده یا مکتب شامله از زبانهای فارسی به زبانهای عربی، تو میتونی که به حقیقت خود برسانی و یک حدیثی را که میخوای ضعیف بودن یا صحیح بودنش بفهمی فقط با یک کلک کردن او را پیدا میکنی. و با وجود از هم اگر تو از تکنولوژی که به او دسترسی داری درست استفاده نمی کنی، ما می ترسم که روز پیش الله تعالی تو مسئول نباشی و من خود مسئولیت خود ادا کردم و ایره براتان گفتم که اگر شما خبر ندارین این قسم ما می تونیم که با استفاده از تکنولوژی به حق خود برسانیم و حقیقت بسیار زود پیدا بکنیم. چند روز قبل با استاد عبدالظاهر دایی ما در دفتر ششته بودم، در اوجه اونا درس عقیده میدن و عقیده صحیح که از اهل سنت است او را بیان میکنن و درسایشان فعلا به 50 بالاتر درس رسیده. او را هم خواهش میکنم از برادر و خواهرها که حتمی است او را بگیرین و بشنوین تا که حق پیدا بکنین. پس اونا در حال تحقیق بودن که من اونا را دیدم در کنارشان در پلویشان یک کتاب بود به نام تبرک و توسل، تبرک و توسل کتاب بود که برای ما غلطیایی که در او کتاب بود و تقلبی که در او جا صورت گرفته بود برای ما نشان داد. من خودم حیران ماندم یک جای یک گپ گرفتن نمیشه بیان کرده و نمیشه قطع کرده، باز حواله داده سر تفسیر تفاسیری که معتبر است و پیش ما اعتبار داره،
پیش اهل سنت و جماعت اعتبار سر از او باز حواله داده و به یک رقم تحریفاتی که من خودم حیران ماندم. از او که جالبشه براتان بگویم برادرها و خواهرای محترم، کسایی که بیننده برنامه ما هستین، ما خود شما در جریان هستین و اگر نیستین برنامه قبلی ما را ببینین. من قبلا تعویض میدادم، مراجعین داشتم، مردم پیش ما مراجعه میکردن به خاطر تعویض و دم و دعا. دیگه گفته روز ده ها نفر مراجعه میکردن، گفته یکان تا خوب بازار ما هم گرم بود و دوجه طبعا که خوب پول و چیزا بود، لکن وقتی که من حقیقت درک کردم به خاطر ترس از الله جل جلاله ما ترک کردم اونمو وظیفه خدا و فعلا اگر در هر حالت قرار دارم خوش هستم به خاطر از اینکه با شیطان با نفس خود قسمان مبارزه کردیم و آل امید دارم که الله را بتانم راضی بسازم، لیکن با او عقیده که ما وقت داشتم هیچ گانه میتونستم که الله را راضی بسازم، چرا که شرک یکانه گناهی است که بخشیده نمیشه و یکانه گناهی است که الله او را بسیار بد میپندارم. و دوجه کسای مراجعه میکردن خصوصا در یکی از تلویزیون یک پروگرام چی میشد نشر میشد که کسایی که تعویض میدادن و دم و دعاوی که پاره میکردن، باز امون نطاق برنامه میرفت و با امرای از اونا مصاحبه میکردن و اونا کدام دلیل نداشتن. باز مراجعین ما هم پیش ما که میامدن باز میگفتن که خب آیا شما چطور کدام دلیل دارین به خاطر اینمی کارتان؟ بعضی از مراجعین ما همی سوال میکردن، باز ما برش میگفتم بله ما داریم، چرا که فریب دادن عوام بسیار کار آسان است. یعنی اگر یک نفر بخواه عوام فریب بده، کسی که از قرآن و سنت دور است او را فریب بده، فریب دادنش بسیار آسان است. باز ما برشان میگفتم که شما حدیث قبول دارین؟ باز اونا میگفتن ها چرا قبول نداریم. خب آیت قرآن قبول دارین؟ اونا میگفتن ها چرا قبول نداریم. باز آیتها را برشان شخصا خودم تحریف میکردم، الله معاف بکنه، نمیفهمیدم در حالت جهالت قرار داشتم و احادیث دروغی رو برشان پیش میکردم که یکی از اونمو حادیث دروغی که امروز اکثری از جادوگرا و ساحرا و تاویز نویسا رمالا و فالبینا او را به خاطر مشروعیت کار خود دلیل میگیره، او را من امروز برتان افشا میسازم که او حدیث چی هست. خب این حدیث یک حدیث موضوعی است که ما در اینجا یادداشت گرفتیم و یک کسی کتاب نوشته کرده، کتاب نوشته کرده به نام تحقیق در مسائل اختلافی و اثبات آن با دلایل شرعی، که والله من خود دو دلایل شرعی را پیدا نکردم و علمای واقعی و حقیقی را که من برش او کتاب نشان دادم اونا هم گفتن که کتاب به نام تحقیق در مسائل اختلافی و اثبات آن با دلایل شرعی است، لکن ما خود ای دلایل شرعی را پیدا نمی کنیم، نمی آفیم. افسوس به حال کسی که این کتاب نوشته کرده و توسط از این کتاب مردم فریب می ده و کسای دیگه هم که از کتاب از این به حساب استدلال می کنه دیگه اونا را هم خب شریک گناه خود می سازه و این همه قسم همو گناهی که ای کرده او را، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، کسی که بالای ما حدیث دروغی را بسته بکنه پس جایگاه خود در دوزخ بیابه. پس چرا ما حیران به این هستم که کسی که یک کتاب نوشته میکنه حتما تا یک اندازه علمیت هم داره، اما چطور جرأت میکنه که از این حدیث هم نمیترسه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، از این وعید و از این حدیث پیامبر هم نمیترسه و باز جرأت میکنه و دروغ بسته میکنه به پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تهمت میکنه.
این کتاب در سال 1388 هجری شمسی به چاپ رسیده و مبحثی که امی حدیث ذکر کرده به نام احکام دم کردن و انداختن تعویز در گردن است که در این بحث تعویز انداختن در گردن و شویست و دودی و تمام از این چیزها را و نقوش در تعویز نوشته کردن، چیزهای نامفهوم نوشته کردن و کل از این چیزها مشروعیت داده و امروز اکثر تعویزها نویسا از این کتاب خود دلیل میگیرن و مردم عوام ما را توسط از این فریب میدن. حدیثی که در این کتاب ذکر شده در شروع حدیث می آید که وفی دلائل نبوه للبيهقي عن أبي دجانة قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بگه اینمی حدیث امی کسی که حدیث گرفته ای خودش میگه که حدیث ما از دلایل نبوه گرفتیم، دلایل نبوه که از بیهقی است ما از این میگه حدیث گرفتیم و این حدیث میگه اینجا بسیار بارکیست. دوستان شما متوجه باشین اینجا گفته که وفی دلائل نبوه للبيهقي، یعنی خودش حدیث از دلایل نبوه بیهقی رحمت الله علیه گرفته که از ابی دجانه دیجا روایت شده که ابی دجانه رضی الله عنه یکی از صحابه کبار است و یکی از صحابه کرام است که میگه یک روز بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت کرد که ما این قسم با یک مشکل مواجه شدم یا ترسیدم. باز پیامبر صلی الله علیه و سلم بر از این او علی را دانهو را خواست و بر از او گفت که تو برو یک قلم و یک کاغذ بیار و باز بر علی را دانهو پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که قال اکتب یا ابو الحسن، ای ابو الحسن، ای پدر حسن تو نوشته کو. باز علی را دانهو برش میگه فقال و ما اکتب، برش میگه که ما چی نوشته کنم. باز پیامبر صلی الله علیه و سلم برش میگه که قال اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، نوشته که بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب من محمد رسول الله، ای کتاب یا ای تعویذ از طرف محمد رسول الله، ای کتاب کتابت ای نوشته از طرف محمد رسول الله، رب العالمين الا من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين. و اینا مقسم ای حدیث ادامه پیدا میکنه، یک حدیث بسیار طولانی است و بسیار کلمات خوب دی به کار برده، به کار رفته، یعنی که یک نفر بشنوه بگه والله چقدر خوب. و بعد ایجا باز دلیل وقتی که پیش ایتاویز نویسار که بگویی که شما به خاطر مشروعیت کارتان چی دلیل دارین، پیامبر صلی الله علیه و سلم تعویض نداده، صحابه کرام اونا تعویض ندادن، تابعین تعویض ندادن، تبع تابعین تعویض ندادن، شما این تعویض که میتین به خاطر از این دلیل از چی دارین؟ دلیل از قرآن، از سنت، از اجماع، از آثار صحابه، از اقوال تابعین، از کدامش، از کجا شما دلیل دارین؟ به خاطر باز اینا میگن که اینی حدیث ما داریم، اینی حدیث ما داریم. و باز اونا بر ما چی میگن؟ بر ما میگن یک روز مکته یک کسی که مولوی است و بسیار میگه که من معلومات هم دارم، چی امامت هم میکنه، در پولیش باز تعویض نویسی هم میکنه، بازو بر ما میگه که خب پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما گفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم تعویض نوشته کده؟ گفت نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم خومی بود و خط نوشته کده نمیتونست، لیکن تعویض، لیکن ببینین سعی کنین چقدر سوء استفاده در یه صورت میگیره. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم اومی بود، او تعویض نوشته کده نمیتونه، یعنی خط نوشته کده، یعنی اگر خط اگر اومی نمی بود و خط نوشته کده میتونست در این صورت او حتما تعویض نویس میشد، نعوذ بالله، و او تعویض نوشته میکرد. به خاطر که اومی بود خط نوشته کده نمیتونست، به این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم تعویض نوشته نکده. و علی رضی الله عنه را خواسته و توسط از او تعویض نوشته کده و او تعویضش میگه فعلا موجود است. خب اینال ما حقیقت اینمی حدیثه، ما انشاءالله براتان میگم. امی دلایل نبوه که ای جناب نویسنده از این کتاب که
نام ازی سید صفی الله واعظی قادری نام ازی شخص است. و حدیث گفتیم از کجا گرفته؟ خودش گفته که ما از دلایل نبوه گرفتیم. و دینمی دلایل نبوه، دینمی دلایل نبوه در آخرش در ختم از این حدیث ایجا چی گفته؟ دلایل نبوه جلد هفتم صفحه 120 در زیر از این حدیث نوشته کده و هو موضوع لا تحل روایته. گفته این می حدیث، حدیث موضوع، حدیث دروغی، حدیث ساختگی است، برای کسی جایز نیست و حرام است کیره روایت کنه. ببینین اگر این شخص استفاده جویی نمی کرد، خب از جایی که حدیث گرفته، از دلایل نبوه که حدیث گرفته، در زیر از اون دموج نوشته است که و هو موضوع لا تحیل روایته، در جلد هفت صفحه 120 دلایل نبوه آمده که اینمی حدیث موضوع است و روایت کردن هزی حدیث حرام است، لیکن بازم این جناب این حدیث روایت میکنه. همچنان ابن جوزی در تذکرة الموضوعات، در تذکرة الموضوعات روایت 211 اینمی حدیث موضوعی و دروغی میخوانه. همچنان ایجا کتاب دیگه هم بود که من او را درست یاداش نگرفته بودم، او هم این حدیث، حدیث موضوعی گفته بود و هی جنابا بینمی حدیث استدلال کرده بودن. و خب به هر صورت حال شما فهمیدین که تعویز نویسا کدام دلیل صحیح از قرآن و سنت به خاطر اینمی عمل خود، به خاطر اینمی تعویز نویسی خود ندارن. تعویز نویسا دلیل صحیح از قرآن و سنت و از شریعت قرآن محمدی اونا به خاطر جواز کار خود ندارن، بلکه اینم قسم احادیث دروغی رو میگیرن، او را بر مردم پیش میکنن. پس ما برای شما بیننده های عزیز یک خوشخبری هم دارم. خوشخبری ای است که ما در هر برنامه خود، برنامه قبلی که ما داشتم، در هر برنامه خود یک یا دو یا سه یا چندین کتاب ما نام هایش گفتیم و بر مردم نشان دادیم تا که مردم ما از او کتاب ها استفاده کنه و به حق برسن. در این برنامه چند کتاب ما بر شما به معرفی میگیرم که انشالله اگر هر فرد این کتاب را مطالعه بکنه، انشالله که فواید دنیوی و اخروی را از آن خود می سازن. این پژوهش در یک مقدمه 14 فصل و یک خاتمه تدوین شده است. فصل اول به تاریخچه جادو اختصاص دارد و بررسی پیشینه سر در میان کلدانیان، ساکن بابل، ایرانیان، مصریان، هندیان، یونانیان، یهودیان، مسیحیان، عربها، مسلمانان، اروپایان و نیز دوران معاصر پرداختم. در فصل دوم سحر را در لغت و اصطلاح تعریف کرده و تفاوت بین سحر، معجزه و حسد را بیان نمودم. در فصل سوم انگیزه ها، نتایج و آثار سحر را بیان کردم. فصل چهارم به بیان حقیقت سحر و اختلاف نظر علما و دلایل آنان و رأی برگزیده اختصاص دارد. فصل پنجم تکمیل کننده فصل چهارم است و از روش های سحر کردن، هم از حقیقی، تخیلی و مجوزی سخن می گوید. در فصل ششم بیان نهایت آخرین درجه سحر است که ساحر به آن می رسد و نیز ارتباط پلید میان ساحر و شیطان مورد بررسی قرار گرفته است. ببینید برادرا و دوستایی که بیننده هستین، فصل ششم از این کتاب بسیار مهم است. فصل ششم چی است؟ اینجا گفته که در فصل ششم بیان نهایت آخرین درجه سحر، یعنی آخرین درجه سحر است که ساحر به آن می رسد و نیز ارتباط پلید میان ساحر و شیطان مورد بررسی قرار گرفته، که ساحر به مو درجه میرسه که باز کده شیطان مستقیم ملاقات میکنه
وای شیطان چی رقم به ای کمک میکنه، وای به شیطان چی کمک میکنه، چی پروتکل های در بینشان است، چی مایده های در بینشان است. در فصل ششم از این کتاب در این موارد بحث شده. فصل هفتم بر روش جادوگر شدن و شرایط یک جادوگر که شیطان او را یاری میکند اختصاص دارد. یام بسیار فصل مهم است که روش جادوگر شدن و شرایط یک جادوگر که شیطان او را یاری میکند اختصاص دارد. فصل هشتم درباره سحر کردن پیامبر الله جل جلاله سخن میگوید. در این فصل روایتی که بیانگر صحت این واقعه هستند و اعتراضات و دلایل کسانی که آن را رد کردند همراه با پاسخ آنها ذکر شده اند. خب فصل نهم دوستان متوجه باشین، فصل نهم بسیار یک فصل مهم از این کتاب است. فصل نهم به بیان راه های پیشگیری از جادو. در این فصل یکی راه های پیشگیری است. پیشگیری ای است که امی دکترها که میگن که وقایه بهتر از معالجه است، یعنی پیشگیری در حقیقت وقایه است. پیشگیری اونمو روش های است که قبل از اینکه بالای یک انسان سحر و جادو شوه از او روش ها کار میگیره تا که سحر و جادو بالای از او کارگر نباشه، یعنی پیشگیری از سحر و جادو میگیره. فصل نهم با بیان راه های پیشگیری از جادو و درمان آن پرداخته است. و اگر کسی را سحر و جادو هم شده باشه، همین فصل نهم راه های درمان سحر و جادو را ایجا راهنمایی کرده. متوجه هستین انشاءالله. کتاب دنیای سحر و شعبده بازی در فصل نهمش هم پیشگیری از سحر و جادو و هم درمان و علاج سحر و جادو را بر ما شما تعلیم داده. در این فصل روش های جامعه مختلف را که بیشتر شرک‌آلود و کفر آمیز هستند بیان کردم. سپس روش اسلام در پیشگیری از سحر و جادو و درمان آن که جهت بهبود یافتن از جادوی جادوگران تجویز کرده است را مورد بررسی قرار دادم. گفته که روش های شرکی را هم مدعی فصل بیان کردیم که علاج های شرکی است و علاج شرعی را هم میگه از سحر و جادو را مدعی فصل میگه بیان کردیم. نویسنده از این کتاب میگه، مؤلف از این کتاب میگه که این واقعا یک خوشخبری برای همه ما شما هست که ما چنین علمای داریم و چنین کتابایی را ما میشناسیم و برش دسترسی پیدا کرده میتونیم که بعد از این انشالله هر کسی که از این کتاب استفاده میکنه او طبیب خود میباشه، او طبیب خود میباشه، بعد از این کسی ضرورت نداره. ما میبینیم افراد اشخاص را، من یک وقت کتابیز میدادم، باور بکنین که در روزای اول، در روزای اول که من هیچ قید و شرط در نظر نمیگرفتم و فقط به خاطر زیاد شدن مراجعین کوشش میکردم و به خاطر گرفتن بیشتر پول کوشش میکردم، در این صورت مراجعین بسیار زیاد داشتم، حتی بسیاری اوقات تر میشد که من بعد از نماز صبح وقتی که پشت میز میشستم مردم مراجعه میکردن، زیادتر مراجعین ما خانما بودن و کمترش مردا بودن، یعنی اگر بگویم 98%ش خانما بودن، 2%ش مردا بودن. از یعنی بعد از نماز صبح ما میشتم پشت میز تعویض میدادم، بسیاری اوقات تا شام و تا خفتن ادامه پیدا میکرد. ببینین یک شخصی که او به خاطر تعویض گرفتن از خانه بیرون میشه، خصوصا طبقه اوناس چقدر مشکلات متحمل میشن و چقدر وقت خود عدس میتن. ببینین اولی که او وقتی که از خانه خود بیرون میشه اکثرشان پنهان از شوهرها و برادرها و اولیای فامیلشان از خانه بیرون میشن که اگر اونا خبر شوند که خانم ما یا خواهر ما یا عضوی از فامیل ما پیش کدام تعویض نویس رفته یا از خانه بیرون شده، امکان داره که اونا را تهدید بکنن و دچار مشکل شوند در فامیل. دومی که او فاصله دوره که تعیین میکنن در موترا بالا شدن و پایین شدن، ببینین چقدر وقت آدم ضایع میشه. و باز پیش متعویز نویس ساحر جادوگر وقتی که اینا میردن ساعت ها را انتظار میکشن، ساعت ها را
انتظار میکشن تا که باز نوبتشان میرسه، باز تاویز نویسم اینا را چند روز سرگردان میکنن. الله عفو بکنه، من خودم وقتی که دخترای جوان اکثرا میامدن به خاطر از اینکه اونا میگفتن که تلقین شده بودن که ما را کسی تاویز کرده، یا می تاویز نویسا و جادوگرا و سایرا برش گفته بود، یا پیش خود تلقین شده بودن که بخت ما بسته است و ما را کسی تاویز کرده، باز پیش ما که میامدن، باز ما دفعه اول برش تاویز نمیدادم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دفعه اول او کد خود یا پیسه کم آورده بود یا ناورده بود پیسه. برش میگفتم که ما تعویضای تو آماده میسازم، تو در چهارشنبه آینده باید مراجعه بکنی. مثلا روزای چهارشنبه اکثرا وعده میکردیم مردم، و این چون همی مردم عوام که هسته بروز چهارشنبه ایتو حرج میگذارن و ای روز ایتو یک قسم خاص فکر میکنن که میگه زیارت رفتن به ای روز، قبل پیش قبر رفتن به ای روز، و پیش تعویض نویس رفتن به ای روز، و مچم قصیده خواندن به ای روز، یک خاصیت خاص خودم میگه داره با یعنی تعویض نویس ها. و ما خودم هم از قاعد مردم استفاده میکردیم، الله عفو بکنه، و اینا وقتشان ضایع میشد. کسی که پیش مراجعه کرده پیش از روی زو قلمک میزنه، یک سفر پر میکنه، این برای زو میتو نشان میده که من خب برای تو زحمت کشیدم، اینا این تعویض خاص برای خودت نوشته کردم، در حالی که اونم یک چیزی که در ذهنش هست، اونم قلمک زدن و خطک زدن که یاد گرفته، اونم بر هر کس اونم یک چیز سر خطک زده میره. خب اما کسی که پیش مراجعه کرده باز برای زو ایتو نشان میده که یعنی اینی زحمت خاص ما برای خاطر به خاطر خود کشتیم، به خاطر که از او بیشتر پول گرفته بتانه. لکن ما چون بیروبار زیاد بود در اوجه که ما تعویض میدادم این کار نمیکردم. تعویضات نوشته کرده بودم به چند رنگ، به رنگ سرخ، به رنگ آبی، به رنگ زعفرانی و به رنگ سیاه، به رنگ های مختلف نوشته کرده بودم و پرینتر داشتم. باز او را در پرینتر منداختم، به هر رنگی که میخواستم هو به هو به اونم رنگ کپی میشد، و باز او را قات میکردیم برای مردم میدادیم. و مراجعین فکر میکردن که این شخص یا آقا صاحب ملا صاحبی که هست برای ما زیاد زحمت کشیده و این تعویض دودی و شوست و چیزا برای ما آماده ساخته، در حالی که ما کلش از پرینتر از کمپیوتر چیزا کار میگرفتم. خب باز امی دخترایی که میگفتن که بخت ما بسته است، باز اینا رو هفت چهارشنبه ما میخواستیم، یا حاضر میشن هفت چهارشنبه اینا زحمت میکشن، یعنی هفت چهارشنبه از اینا گم میشد، یعنی هفت روز از اینا هدر میرفت و هفت روز از اینا مصرف میشد. حالا ما برشان میگم اگر مرا میبینن، صدای مرا میشنون، که ما خوب اشتباه خود پی بردم و در برنامه قبلی شما برنامه را حتما اگر ندیدین ببینین که ما توبه علنی خود اعلان به خاطر ازی کردم که همگی ازی آگاه شوند و حق با باطل خلط نشه، گد نشه. اگر ما اظهار توبه علنی نمی کردم و با وجود ازی که حق فهمیده بودم و آل با کارهای درست انجام می دادم، باز مردم فکر میکردن که خب دیروزشام حتما حق بود و امروزشام حق است. نه، به این خاطر که حق از باطل جدا شوه، فرق شوه، ما گفتم دیروز ما که بود حق نبود و امروز بعد از این انشاءالله کاری که میکنم، عملی که انجام میدم، و انشاءالله که عمل بر حق خواهد بود. خب این فصل نهم بود. فصل دهم، حکم فراگیری و آموزش جادو از نظر اسلام و نیز حکم جادوگران از نظر ملت‌های مختلف و مسلمان بیان شده است. فصل یازدهم در مورد مسئله پذیرش توبه جادوگر است. فصل دوازدهم به تفسیر آیات جادو از سوره بقره اختصاص دارد. در فصل سیزدهم به تفصیل درباره مدعیان غیبدان، هم از کاهنان، فالگیران و منجمان، و نیز از گمراهی آنان و حکم خداوند در مورد آنان پرداخته است. فصل چهاردهم در مورد کتابهایی است که پیرامون جادو نوشته شده اند. خاتمه شامل گزیده از مطالب کتابها. خب داخل باز مؤلف ازی کتاب میگه که از خداوند متعال میخواهم که حق مطلب را ادا کرده باشم و هر گونه کوتاهی و لغزش مرا مورد آمرزش قرار دهد.
درود و رحمت خدا بر بنده و فرستاده او محمد صلی الله علیه و سلم و بر اهل بیت و یاران او باد. خب پیشتر یک نقطه را برتان ذکر کنم که قبلا که روزهایتان گم میکدین، از خانه حرکت میکدین، با ساعتها منتظر میشتین، آله به خاطر باطل ای کار میکردین و ما هم بر باطل بودیم و شما هم بر باطل بودین، کسایی که پیش ما مراجعه، آله به خاطر حق لطفا یک کتاب مطالعه بکنین و یا حداقل یک سی دی اسلامی را بشنوین یا حداقل از موبایل و کامپیوترتون استفاده خوب بکنین، معلومات اسلامی در راجع به هر موضوعی که شما میخواین ان شاء الله پیش ما هست او را برتون در کامپیوتر یا در موبایلتون مندازیم و مرکز فروشات پیام حق، یکی از مرکز فروشات پیام حق روبروی سینمای پامیر وسط مارکت قالین فروشی ها در ایجا است که در مرکز فروشات یا خودم یا برادران دیگه می باشن و انشالله که معلومات برای شما میتن. درس های مهم مانده برنامه را امرای ما تعقیب بکنین. انشالله در برنامه بعدی باز هم ما در خدمتان هستم و اینمی مطالب را، فصل های را که براتون خواندم نام گرفتم، این فصل ها را انشالله با جزیاتش بحث میکنیم و همچنان باید بسیار بفهمیم مسائلی که بسیار مهم است برادر و خواهر محترم، و ای است که یک شخصی که تعویض در گردن خود انداخته آیا او مسلمان هست یا خیر؟ این یک سوال بسیار مهم است، این جوابش حتما بفهمیم. کسی که تعویض و مهره و غیرت که در عربی برش تمایم میگه، تمایم در گردن خود انداخته یا دست خود بسته کرده، آیا این شخص ما مسلمان گفته میتونه یا خیر؟ آیا این شخص بر اسلام باقی مانده یا اسلام برامده؟ و کسی که پیش ساحر و جادوگر و فالبین رفته و پیش از او ششته فال و روی تالی خود دیده، و آیا این شخص مسلمان مانده یا خیر یا کافر شده، ایمان خود از دست داده یا مسلمان مانده؟ و کسی که سخنان یک ساحر و جادوگر تصدیق کرده ایره پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفته، و کسی که تصدیق نکرده فقط رفت پیش یک ساحر و جادوگر ششته و گپای زور گوش کرده با وجود تصدیق نکرده، این شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ در این موارد انشالله در برنامه های آینده ما شما بحث میکنیم. اگر میخواین حق بفهمین این برنامه ها را امرای ما تعقیب بکنین، ما هم از الله کمک و مدد میخوایم و توفیق میخوایم که الله بر ما توفیق عنایت فرمایه تا که ما حق به شکل واقعیش چیزی که در قرآن است، در حدیث است، در نصوص است، به مو شکل درستش برای شما برسانم و حال امرای شما خداحافظی میکنیم. وقت برنامه ما رو به اتمام است، شما رو به الله پاک میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.